به دنبال اعلام عدم التزام حکومت آخوندی به تعهداتش در برجام از سوی آخوند روحانی و بیانیه رسمی شورای عالی امنیت آخوندها دولت های امضا برجام بلادرنگ و رو در روی اعلان عدم پایبندی رژیم به سقف تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده به موضع گیری پرداختند. علاوه بر فرانسه که طی روزهای دوشنبه و سهشنبه توسط یک منبع کاخ الیزه و همچنین توسط وزیر دفاع فرانسه به رژیم آخوندها هشدار داد دولت‌های انگلستان، آلمان، روسیه و چین نیز ضمن ابراز نگرانی به حکومت آخوندی هشدار دادند که این یک موقعیت و شرایطی جدید است و عواقبی برای رژیم در پی خواهد داشت. ترزا این نخست وزیر انگلستان اعلام کرد ما بی نهایت در رابطه با این اعلان نگرانی توافق تا زمانی باقی میماند که رژیم ایران تعهداتش را حفظ کند. مارک فیلد وزیر مشاور خارجه در دولت انگلستان نیز گفت اعلان تهران گامی ناخوشایند است چنانچه رژیم ایران به تعهدات اتمیاش عمل نکند البته این کار عواقبی خواهد داشت بریتانیا گفتگوهایی را با فرانسه و آلمان نسبت به گامهای بعدی برگزار می‌کند جرمی هاند، وزیر خارجه انگلستان نیز در کنفرانس مشترکی با پومپئو وزیر خارجه آمریکا بر ایستادگی انگلستان در کنار ایالات متحده تاکید کرد و گفت ما توافق کرده ایم که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته ای دست پیدا کند من از رژیم ایران می خواهم تهدیدها را تشدید نکند دولت آلمان در مورد نقض برجام توسط حکومت آخوندی هشدار داد سخنگوی دولت آلمان گفت رژیم ایران باید برجام را به طور کامل انجام دهد و آلمان تا زمانی به برجام پایبند است که رژیم ایران به آن پایبند باشد. نوربرت روتکن، سرپرست کارگروه سیاست خارجی بوندستاگ، پارلمان آلمان، با هشدار به رژیم آخوندی گفت تنش در ارتباط با برنامه اتمی رژیم ایران بسیار خطرناک است. یورگن هاردت، سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون پارلمان احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان نیز گفت این اقدام رژیم ایران پردامنه و پیامددار برای وضعیت امنیتی کل منطقه خاورمیانه است. واکنش چین و روسیه نیز چنان که در رسانه های حکومت آخوندی باستاب داشته است، منفی و همراه با هشدار بود. وزارت خارجه چین رو در روی سرباز زدن رژیم از اجرای تعهداتش نسبت به رعایت سقف تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده تاکید می کند توافق هستهی باید به طور کامل اجرا شود، و تمامی اعضای آن مسئولیت دارند اطمینان حاصل کنند که این کار انجام می شود. دولت روسیه نیز به رغم سفر جواد ظریف و تلاشایش در آویختن به دامن این کشور اعلام عدم پایبندی رژیم به تعهدات برجامی را یک موقعیت جدید توصیف کرده است. در این رابطه سخنگوی کرملین گفت این یک موقعیت جدید است. دیپلمات‌های روسیه به گفتگوهای خود با مقامات اروپایی ادامه خواهند داد. و تلاش خواهند کرد تا اجرای توافق ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا حتی سؤال اقدام تحریمی روسیه علیه رژیم نیز مطرح شده و سخنگوی کرملین در پاسخ به این سؤال می گوید در حال حاضر زود است بخواهیم درباره تحریم جدید علیه تهران صحبت کنیم. ابتدا باید به شکلی عاقلانه وضعیت را بررسی و درباره آن تبادل نظر کنیم. این یک موقعیت جدی است